76 مورد ابتلای قطعی که متاسفانه منجر به فوت شده میتونیم خدمت شما گزارش کنیم که باید. کاهش قابل توجه آمار رسمی تلفات کرونا در ایران. وزارت بهداشت میگوید در تهران روند ابتلا رو به افزایش است. کمک 500 میلیارد دلاری دولت آمریکا به کسب و کارهای کوچک. ترامپ میگوید حرفایش درباره تزریق مواد ضد عفونی به بدن شوخی بود. مرگبارترین هفته برای غیر نظامیان افغان. آمریکا و ناتو از طالبان خواستند خشونت را کاهش دهد. و ستاره های شبکه های اجتماعی که در اقلیمی نمی گنجند حالا در یک خانه می خسبند. سلام بر شما، عصر بخیر. به این بخش خبری زنده از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم. وزارت بهداشت ایران میگوید موارد بستری شدن مبتلایان به کرونا در کشور 50% کمتر شده، اگرچه در تهران این آمار رو به افزایش است. بر اساس ارقام دولتی مرگ و میر روزانه به یکی از پایین ترین حدود خود در 5 هفته اخیر رسیده. مقام های مسئول میگویند فاصله گذاری اجتماعی بسیار موثر بوده، اما هشدار دادند که نباید دستورها را نادیده گرفت. کسرا ناجی گزارش میدهد. ارقام رسمی و اظهارات مقام‌های ایران همه حاکی از بهبود شرایط در ایران است. ظاهراً فاصله‌گیری اجتماعی، ماندن در خانه‌ها، ضد عفونی مکان‌های عمومی تا حد زیادی توانست است از شدت و سرعت شیوع ویروس کرونا جلوگیری. اگرچه مقام‌های ایران هشدار می‌دهند که موج دوم و سومی هم ممکن است در راه باشد. به طور واضح عرض می‌کنم که تا کشف دارو و واکسن مؤثر علیه بیماری کرونا در اکثر کشورهای جهان حدود 2-3 طغیان دیگر بیماری هم در طی یک سال آینده، یک سال و چند ماه آینده در پیش رو خواهیم داشت. این نمودار موارد جدید بیماران به صورت روزانه است که مقام‌های ایران ارائه کردند و روند نزولی قابل توجهی را نشان می‌دهد. اما تعداد مرگ و میرهای روزانه ظرف هفته گذشته چندان امیدوار کننده نبوده، اگرچه تعداد مرگ و میرهای 24 ساعت گذشته که 76 نفر اعلام شده در پایین ترین سطح طی 5 هفته گذشته است. امروز جمعه 5/2/99. این فیلمی که دیروز بینندگان تلویزیون بی بی سی فارسی برای ما فرستادند از ازدحام مردم در تهران. با باز شدن بخشی از مراکز کسب و کار و پارک ها، بیرون آمدن خیلی ها و نادیده گرفتن فاصله اجتماعی، به گفته مقام های ایران تعداد بیماران بستری و مرگ و میرها در تهران رو به افزایش گذشته است. متاسفانه یک حجم غیر قابل پیش بینی و غیر متعارفی از حضور افراد شهروندان عزیز رو در مجموعه در واقع سطح شهر داشتیم. پیشنهاد ما این استش که حتما در رابطه با استمرار بازگشایی پارک ها و بوستان ها تجدید نظر بشه، و اگرچه افراد فکر میکنن که در پارک ها و بوستان ها به دلیل اینکه غیر مسقف هستند ممکنه که شرایط بهداشتی مطلوب تری نسبت به محیط های مسقف حاضر بشه، اما تجربه میدانی یک دو روز اخیر ما نشون میده که متاسفانه تراکم جمعیت به گونه ای در بوستان ها و پارک ها بود که عملا بحث فاصله گذاری اجتماعی کاملا مخدوش شده. پمپ بنزینی ها و نبود دستکش و ماسک نمونه ای از بعضی از مشکلات است که حفظ نظافت و فاصله اجتماعی را مشکل کرده است و خطر واگیری را بیشتر. ما الان کلی اینجا وسایل تجهیزات خریدیم، دستکش هر ماه 3 روز 4 روز یه بار دستکش می‌خریم. بسته 170,000 تومان شده دستکش. با این وضعیت ما میتونیم همیشه تهیه کنیم یا یه نهالی باید باشه که اینا رو برای ما بده ما هم ارائه بدیم. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری و بعضی دیگر از مقام‌های کشور دوباره تاکید کردند که اگر سطح هشدارها و رعایت‌ها کاهش یابد ممکن است شیوع بیماری تشدید شود. کسرا نجی، بی بی سی. ساعتی پیش از دکتر آرش علایی مدیر انستیتوی بین‌المللی بهداشت و آموزش از نیویورک پرسیدم آیا انتظار خبر کاهش آمارهای کرونا در ایران رو داشته یا نه.
باید به این نکته مهم توجه کنیم که آیا این عددهایی که گزارش میشه از طرف وزارت بهداشت عددی است که واقعا اونا دارند یا مهندسی میشه، اینی به یک طرف، ولی فرض بگیریم که این دقیقا همون عددی است که وزارت بهداشت داره. اگر بخوایم این عدد تحلیل کنیم، دو تا تحلیل هست. یک، باید ببینیم در کل وزارت بهداشت هیچ وقت اعلام نکرده که در این روزها یا روزهای قبل چند نفر از افراد با علامت حاد تنفسی مراجعه کردن به بیمارستان ها و از بین آنها چند نفر فوت شده. این چه اختلافی رو نشان میده؟ ما میدانیم که تست هایی که انجام میشه در خیلی از کشورها فقط 30% اختصاصی بوده. پس این نگرانی وجود داره نکنه تست ها درست تشخیص نمیده. دو، الان گزارش های بسیار زیادی میاد که نمونه گیری، یعنی نمونه ای که از بینی یا از دهان گرفته میشه با سوپ مخصوص باید انجام میشده، درست انجام نمیشده در سایر کشورها، به خاطر این تشخیص ها اشتباه بوده. پس این دو تا عدد. و سه، اینکه در مکان ها، شهرها یا جمعیت هایی که باید در تماس بودن با افراد مبتلا نمونه گیری انجام نشده. پس سه تا تحلیل داریم برای این موضوع. در کنارش ما میدانیم که وقتی که فاصله گذاری انجام میشه و قرنطینه به خوبی انجام میشه، انتظار 2 هفته تا 3 هفته بعد داریم که این عدد رقم ها تغییر کنه. یعنی اگر امروز قرنطینه یا فاصله گذاری دقیقا انجام میشه، 2 تا 3 هفته بعد آمار فرق خواهد کرد، یعنی کاهش پیدا خواهد کرد. شاید این عددها اگر تمام اون فرضیاتی که من گفتم درست انجام شده باشه، نشان از 3 هفته پیشه که ما نزدیک بوده به عید و فاصله گذاری انجام میشه. و حالا که این فاصله گذاری ها داره کم میشه، افراد به سر کار میرن، ما نگران 3 هفته آینده خواهیم بود. ولی باز هم من میگم که وزارت بهداشت باید خودش حواسش باشه، چون کل بحثای تحلیلی ما از عدد و رقم اینه که کمک کنیم آمار فوت کم بشه، کمک کنیم افرادی که نیاز به آی سی یو دارن کمتر پیدا کنن نیاز به آی سی یو. و وزارت بهداشت نباید گول این عددها رو بخوره، اگر اینکه میداند سندروم حاد تنفسی زیاد شده یا فوت بر اثر آنها زیاد شده. آقای دکتر، شما در شهری هستید که یکی از مراکز عمده بحران کرونا است، در لندن همینطور در هر دو شهر، در بسیاری از نقاط دنیا فاصله گذاری اجتماعی پدیده است بسیار آشنا و طبیعی این روزها، عادی. شیوه اعمال فاصله گذاری اجتماعی در ایران و رعایتش از طرف مردم رو شما چطور بازبینی میکنید؟ چون مقامات امروز در تهران گفتند که در نتیجه این فاصله گذاری اجتماعی بوده که آمارها کم شده. ببینید، این یک موضوع نیست که فقط دولت یا وزارت بهداشت باید بهش بپردازه. این موضوع دو طرفه است، یعنی هم جامعه از لحاظ فرهنگی باید قبول کنه و هم دولت با قوانینی که میذاره باید رعایت کنه. یعنی در همین نیویورکی که من هستم، وقتی میگن فاصله کمتر از 2 متر نباید باشه، شما برای فقط فروشگاه‌هایی که مایحتاج عمومی رو باید بفروشن، میرید اونجا میبینید مردم خودشان رعایت میکنن. ولی در کنارش قانونگذار هم آمده اونجا فروشنده رو جدا کرده از خریدار و یک حفاظ شیشه‌ای گذاشته بینشان که بتواند جلوگیری کنه. در ایران متاسفانه قانون‌ها ضمانت اجرایی از طرف دولت نداره و متاسفانه مردم هم ساده گرفتن این بیماری که کشنده است و 1 تا 3% و در بعضی آمارا تا 5% خطر فوت داشته، باید مردم خودشان هم رعایت کنند. گفتگو می‌کردم با دکتر آرش علایی. چند خبر دیگر از وضعیت شروع کرونا در جهان. دولت بلژیک محدودیت‌های اعمال شده بعد از بحران کرونا را به تدریج کاهش می‌دهد. همه فروشگاه‌ها از 16 روز دیگر فعالیت خود را از سر می‌گیرند و یک هفته بعدش مدارس هم بازگشایی می‌شوند. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در بلژیک از 45 هزار نفر گذشته، نزدیک به 7 هزار نفر هم جانشان را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی علیه صدور آنچه گذرنامه مسئولیت نامیده شده هشدار داد. این مجوزها در واقع مدارکی است که اجازه می‌دهد افراد بهبود یافته از کرونا به سر کار خود بازگردند یا به مسافرت بروند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد افراد بهبود یافته از کرونا دوباره مبتلا نخواهند شد. بعضی از دولت‌ها که به دنبال کاهش مقررات قرنطینه هستند، بحث صدور چنین مجوزی را مطرح کردند. بعد از انتشار اخبار ضد و نقیض درباره سلامت رهبر کره شمالی، خبرگزاری رویترز میگوید یک هیئت پزشکی از چین به پیونگیانگ، پایتخت این کشور، رفته و به مقامات آن کشور مشورت داده. کیم جونگ اون 2 هفته است که در انظار عمومی دیده نشده و از یک مراسم مهم حکومتی هم غایب بوده. گمان زنی درباره وضعیت جسمانی آقای کیم به دلیل سیگار کشیدن، اضافه وزن و سابقه ناراحتی های قلبی و عروقی در خانواده او زیاد است.
و اینجا دولت بریتانیا با مدیران پزشکی باشگاه‌ها و رشته‌های ورزشی پرطرفدار گفتگو می‌کند تا درباره اثر گرفتن مسابقات ورزشی تصمیم بگیرند. فاصله‌گذاری اجتماعی، موازین بهداشتی و محدودیت تعداد تماشاگرها از جمله مسائل مورد بحث است. دولت فعلا تنها اجازه برگزاری مسابقات پشت درهای بسته را می‌دهد. تاکنون نزدیک به 20,000 نفر در بریتانیا بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک مصوبه دیگر کنگره برای کمک اقتصادی به کسب و کارهای کوچک را که از بحران کرونا آسیب دیدند امضا کرده. ارزش این کمک 500 میلیارد دلار است. آقای ترامپ همچنین در پی جنجال بر سر حرفهای روز گذشتهش گفته سوالش در مورد تزریق مواد ضد عفونی به بدن شوخی بوده. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در آمریکا از 900,000 نفر گذشته، حدود 52,000 نفر هم جانشان را از دست دادند. اجازه بدید که با همکارم بهمن کرباسی صحبت بکنیم که از نیویورک با ماست. بهمن، آقای ترامپ چطور توضیح داد حرف و سوال جنجالیش رو روز قبلش؟ ما دو تا توضیح شنیدیم. ساعت اول روز دیروز کاخ سفید یک بیانیه داد، گفت که این حرف بدون پیش زمینش رسانه‌ها بزرگ نمایی کردن اون قسمت حرف آقای ترامپ رو و پس و پیشش رو نگفتن، در نتیجه انتقاداتشون به جا نیست. ولی خود آقای ترامپ بعد آمد یه توضیح متفاوتی داد، گفت نه من اصلا شوخی نکردم و جدی نبوده. گویی که به تبع واکنشی که رسانه‌ها داشتن، مخصوصا رسانه‌هایی که منتقد آقای ترامپ هستن، این بود که خب این یک دروغ بزرگه، به خاطر اینکه وقتی به ویدیوی صحبت‌های اون نگاه می‌کنی دیدی آثاری از شوخی و حتی لحن طنزآمیز وجود نداره. در نتیجه توضیح او خودش به یک جنجال دیگر تبدیل شده، در مورد اینکه آیا آقای ترامپ متوجه هست که حرفاش در اون ویدیوی کنفرانس خبری نشانی از اینکه داره مسخره میکنه یا شوخی میکنه نیست. ولی به هر حال دفعه اولی نیست که در دوران کرونا یه حرفای آقای ترامپ زده که جنجال برانگیز شده و بعد از چند روزم به فراموشی سپرده شده. در مورد کمک مالی که گفته شده به کسب و کارها داده میشه، مبلغ کلانی هم از 500 میلیارد دلار، واکنش ها چی بوده؟ آیا کمک میکنه به اقتصاد بسیار بحرانی در این کشور؟ تا به حال 1,200 میلیارد تصویب شده، حدود 10-15 میلیارد هم هفته اول تصویب شد، حالا 500 میلیارد دیگه، درنتیجه بالای 2,700 میلیارد دلار دولت آمریکا تزریق کرده به اقتصاد. هدف اینجا فعلا این است که جلوی آسیب بیشتر رو بگیرن. تعداد کسانی که آمدن تقاضای بیمه بیکاری دادن در این 5 هفته‌ای که بحران کرونا اینجا در آمریکا بالا گرفته 26 میلیون نفر هست. 26 میلیون نفر در هفته‌های آینده بهشون اضافه خواهد شد. تعداد بیشتری بیکار هستند یا بیکار میشن. در نتیجه امیدشون این است که جلوی اینکه وضع از اینی که هست بدتر بشه رو بگیرن. الزاماً این نیست که بتونه اوضاع اقتصادی رو به سرعت به حالت قبل از کرونا برگردونه، ولی دست کم جلوی اینکه تعداد بیشتری بیکار بشن امیدواری این است که این کمک‌ها بگیره، به خصوص کسب و کارهایی که بسته شدن بتونن همچنان به کارمندانشون حقوق بدن تا اینکه بتونن دوباره به حالت عادی بازگردن. سپاسگزارم بهمن کلباسی، خبرنگار ما از نیویورک با ما. به نیمه راه رسیدیم، نگاهی دوباره به سرخط چند خبر. آمار رسمی تلفات کرونا در ایران به کمترین حد خود طی 5 هفته اخیر رسیده. وزارت بهداشت در ایران میگوید که در پایتخت تهران روند ابتلا رو به افزایش است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مصوبه کمک 500 میلیارد دلاری به کسب و کارهای کوچک را امضا کرده. ترامپ میگوید حرفهایش درباره تزریق مواد ضد عفونی به بدن شوخی بوده. در ادامه برنامه، ستاره‌های شبکه‌های اجتماعی که در اقلیمی نمی‌گنجند حالا در یک خانه می‌خسبند. حکومت افغانستان میگوید هفته گذشته مرگبارترین هفته برای غیر نظامیان بوده. به گفته شورای امنیت افغانستان، گروه طالبان پس از امضای توافقنامه صلح با آمریکا هم دست از خشونت بر نداشته. طالبان هم گفته که در توافقش با آمریکا هیچ محدودیتی درباره حمله به نیروهای افغان تعیین نشده. همزمان با افزایش این حملات گروه طالبان، ناتو و آمریکا خواهان کاهش خشونت ها شدند. اجازه بدید که با جعفر مهدوی صحبت بکنیم، تحلیلگر سیاسی که از شهر کابل در افغانستان با ما هستند. آقای مهدوی، سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که
با وضع پیش آمده آزادی زندانیان طالبان از زندانهای دولت از یک سو و ادامه روند خشونت، آیا صلحی میان دولت افغانستان و طالبان دیده میشه یا نه؟ متاسفانه از زمانی که از بیش از یک سال گذشته که روند مذاکرات بین گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا در دوحه قطر انجام شد، حکومت افغانستان و طرفهای سیاسی در داخل افغانستان مطلق در بیخبری قرار گرفتند و عملا هیچ نقشی نداشتند. توافقنامه‌ای که بین طالبان و آمریکا به امضا رسیده دقیقا در اونجا بحث آتش بس اصلا مطرح نشده بین طالبان و نیروهای حکومت افغانستان، فقط بحث پایان حملات یا توقف حملات بر نیروهای ایالات متحده آمریکا و نیروهای خارجی است. متاسفانه در شرایط موجود ابزار نظامی طالبان و ابزار نظامی و تداوم عملیات های نظامی به عنوان تنها ابزاری که بتانند در تحولات آینده در مناسبات قدرت سهم بیشتر بگیرن نگاه میکنن، و چون این بحثی به عنوان آتش بس در متن موافقتنامه هم نیامده، حکومت افغانستان هم متاسفانه در متن موافقتنامه نه در جریان از او قرار گرفته و نه به عنوان طرف مطرح شده. موضوع برمیگرده به هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا که در اینجا هم نقش حکومت افغانستان را نادیده گرفته و هم در اونجا به صراحت سر موضوعاتش بس مسئله رو مطرح نکرده و فعلا در جریان تطبیق مواد موافقتنامه هم متاسفانه هیچ اقدامی از طرف ایالات متحده آمریکا و تعهداتی که آمریکا یا برای طالبان داده گام عملی برداشته نشده. طالبان نگران هستند که با توجه به سابقه منفی و بدی که آمریکایی‌ها در دیگر نقاط جهان داشتن، اگر اونا آتش بس اعلام بکنن و نیروهای نظامی خود از دست بدن چی تضمین آقای مهتبی ببخشید اما طالبان نقش داشته باشه؟ آقای مهتبی، طالبان تصور نمی‌کنه که با افزایش خشونت ممکنه دولت هم حالا از اون طرف مقابله به مثل بکنه، روند آزاد کردن زندانیان رو، آن چیزهایی که در توافق بوده رو اجرا نکنه؟ دقیقاً مشکل در اینجاست. حکومت افغانستان یا دولت افغانستان به صراحت میگه که هیچ موضوعی امرای دولت افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا که باید دولت افغانستان در جریان ای مذاکرات و توافقنامه نهایی قرار میداد، عملا حکومت افغانستان فراموش شده است. بنابراین حکومت افغانستان تعهد در قبال کاهش خشونت ها و یا آزادی زندانیان طالبان ندارند. در اینجا متاسفانه یک کار بسیار خام و ناصحیح از طرف ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، هم تعهد برای طالبان داده برای آزادی 5000 زندانی بلد. و هم از طرف دیگر حکومت افغانستان در جریان قرار نگرفته. این مشکل در اینجا به اعتمادی و از طرف دیگر شما میبینید که طالبان دولت افغانستان هم به رسمیت نمیشناسه و بانوان اداره کابل از یاد میکنه. بلد. متاسفانه مشکل اصلی برمیگرده به متنی که طی مذاکرات در یک سال گذشته بین طالبان و آمریکا عنوان موافقتنامه صلح به امضا رسیده. آقای مهتبی، به هر حال این واقعیتی است که باهاش روبرو هستیم و سال هاست در تاریخ معاصر افغانستان ما بارها و بارها صحبت از روند صلح کردیم. اگر که بخوایم با توجه به واقعیت موجود نگاه بکنیم به راه های برون رفت، این راه ها چه هستند؟ راه حل چیست؟ باور من است که باید موافقتنامه صلحی که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان به امضا رسیده یک بار دیگر با سیاسیون داخل افغانستان و با دولت افغانستان شریک ساخته شود و به عبارت دیگر مورد بازخوانی مجدد قرار بگیرد، یا حداقل ایالات متحده آمریکا برای طرف افغانی، دولت افغانستان و یا نظام سیاسی افغانستان تضمین بده که آیا در بدل آزادی زندانی های طالبان تأثیری در کاهش خشونت و یا رسیدن به آتش بس وجود داره. از طرف دیگر طالبان هم در اینجا میگن که ما در چارچوب موافقتنامه حرکت میکنیم و بحث آتش بس در چارچوب موافقتنامه نیامده و ما اعزامی نسبت به آتش بس نداریم. سپاسگزارم جعفر مهردوی، تحلیلگر سیاسی که از کابل با ما صحبت میکردن.
چند خبر کوتاه. در عربستان مجازات شلاق ممنوع شده. طبق حکم دادگاه عالی عربستان که به دست رسانه ها رسیده، جریمه نقدی و حبس جایگزین مجازات شلاق می شود. حکومت سعودی به خاطر نقض حقوق بشر و مجازات خشن محکومان همواره مورد انتقادهای گسترده بوده. طبق تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل، این کشور سال گذشته با حدود 180 اعدام بعد از جمهوری اسلامی ایران پیشتاز مجازات اعدامدار جهان بوده. ابراهیم امینی نجف آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در سن 95 سالگی درگذشت. او در بیمارستانی در قم بستری بود. در جریان انتخابات مجلس خبرگان در سال 1394 نام آقای امینی در فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان قرار گرفت و او پس از پیروزی نامزد ریاست این مجلس شد. اما از احمد جنتی شکست خورد. او در تمام دوران جمهوری اسلامی و تا قبل از شیوع کرونا در ایران در سمت‌های حکومتی مختلف بود. مدت کوتاهی قبل از اعلام قرنطینه در بریتانیا، چند جوان که در شبکه اجتماعی تیک تاک فعال بودند، در لندن همخانه شدند تا به طور مشترک از زندگی روزانهشان فیلم بگیرند و با طرفدارانشان به اشتراک بگذارند. لوگوشا خبرنگار بی بی سی گزارشی ساخته از این اولین خانه تیک تاک در بریتانیا و زندگی ساکنانش در دوران عجیب و غریب قرنطینه. This is how six of the UK's biggest. 6 ستاره تیک تاک بریتانیا به این شکل همخانه شدنشان را اعلام کردند. طبیعتاً با یک ویدیوی تیک تاک. I'm in the house right now. اینها یک گروه از بچه معروف‌های شبکه‌های اجتماعی هستند که ماه گذشته در لندن همخانه شدند و زندگیشان را با ویدیوهای آنلاین مستند می‌کنند. اما یک تفاوت مهم وجود دارد. میلیون‌ها بیننده آنها این ویدیوها را نه در تلویزیون که روی پلتفرم تیک تاک تماشا می‌کنند. خانه‌های این چنینی در آمریکا زیادند. ستاره‌های یوتیوب با هم زندگی می‌کنند و ویدیو می‌سازند. اخیراً ستاره‌های تیک تاک هم همین روش رو انتخاب کردند و اسم این خونه‌ها رو هایپ هاوس گذاشتند. این یک روش ثابت شده است برای دسترسی به مخاطبان همدیگه، تولید محتوای مشترک و زیاد کردن تعداد طرفدارا. اگرچه برای همخانه شدن ماها برنامه‌ریزی کرده بودند، زمان شروعش سوال برانگیز شده. همین الان قرنطینه اعلام شد. امیدوارم همتون سلامت باشید. شما درست قبل از دوشنبه‌ای که قرنطینه اعلام شد وارد این خونه شدید و از قبل می‌دونستید که قضیه کرونا داره جدی میشه. آیا هیچ تردیدی درباره همخانه شدن داشتید؟ اون موقع تازه اول این اپیدمی بود و ما نمیدونستیم در تمام دنیا یه اتفاق خیلی بزرگی داره میفته. نگرانی من در این حد بود که دلم برای خواهر و مادرم تنگ میشه. به عنوان چهره‌های تاثیرگذار امیدوارند که طرفدارانشان را بیشتر کنند و با تبلیغ محصولات پولی به دست بیاورند. اما در همین حال در یک پروژه وزارت بهداشت بریتانیا هم شرکت کردند تا با فعالیت‌هایشان روحیه جوانها را در این شرایط قرنطینه بالا ببرند. به خبرهای مرتبط با ایران بازگردیم. شرکت اینستاگرام صفحه امیر حسین مقصدلو معروف به امیر تتلو خواننده ایرانی را بسته. این تصمیم به دنبال آن گرفته شد که بسیاری از کاربران ایرانی نسبت به نوشته‌های او درباره دعوت از دختران زیر سن قانونی برای برقراری رابطه جنسی اعتراض کردند. حساب او در اینستاگرام بیش از 4 میلیون دنبال کننده داشت. این دومین بار است که حساب اینستاگرام امیر تتلو به دنبال اعتراض کاربران به محتوای منتشر شدهش بسته می شود. با همکارم فرین تقی‌زاده صحبت بکنیم، خبرنگار امور شبکه‌های اجتماعی که از لندن با ماست. فرین، از واکنش‌ها بگو. واکنش‌ها بسیار زیاد بوده، مانند همه رویدادهایی که ربط داشته به امیر تتلو. بله، در مورد اینکه تتلو فعالیتش رو اینستاگرام چطور هست، اونهایی که فالوش میکنن یا اونهایی که در جریان فعالیتاش هستن میدونن که کم و بیش به خاطر محتوایی که در صفحه اینستاگرامش تولید میکنه هم پرطرفدار هستش از طرف برخی از مخاطبانش و هم بسیار انتقاد بر اون میشه به خاطر همون تولید محتواها. صفحش این بار که برگشته بود حدود 4 میلیون و خورده فالوور داشت، دنبال کننده داشت، که خب اونها طرفدار این هستن که اون چطور رفتار میکنه.
دیروز شروع کرده بود به اینکه استوری گذاشته بود که از هواداران خودش میخواست که برای او یک خانه تیمی یا حرمسرایی درست کنن از دخترانی که بین 15 تا 20 سال سن دارن، که معمولا این کار رو تتلو هم خودش رو استوریاش میکرد و هم برخی از طرفداران خودش این رو باز استوری میکردن و اون به اشتراک میذاشت دوباره روی استوریای اینستاگرام خودش. همین پست هایی که گذاشت باعث شد که توجه برخی خبرنگاران و فعالان حوزه زنان و برخی هنرمندان رو هم بر بیانگیزه و اونها شروع کنن به گلایه کردن، انتقاد کردن و شکایت کردن حتی به اینستاگرام که محتوایی که تتلو داره تولید میکنه غیر قانونی هستش و باید بسته بشه صفحه اینستاگرامش. و همینطور یه سری از حقوقدان ها هم پیگیری کردن این ماجرا رو که به صورت حقوقی و حرفه‌ای این کار رو انجام بدن. واکنش ها به این موضوع چه بود؟ خب تتلو وقتی که این واکنش ها رو داشت میدید دیروز، وقتی که این واکنش ها و انتقاد ها بهش شروع شد، همچنان پا بر جا بود. اون سن 15 سال شروع کرد تغییر دادن، از 16 سال نوشت بعدش، و این که میگفتش که خب در چیزهایی که من دیدم در پست اینستاگرامش مینوشت که وقتی که در جامعه اسلامی همچین چیزهایی رواج داره، چرا وقتی که من میگم این اتفاق به نظر برخی بد میاد؟ و همین هم باز شروع شد انتقادهای بیشتری بهش کردن. البته بسیاری از واکنش ها، و بعد از اینکه این صفحه بسته شد، صفحه تتلو بسته شد، یه سری از اونهایی که پیگیر کارش بودن مشخصا گفتن که تتلو به خاطر محتوایی که تولید میکنه باید مورد بازخواست قرار بگیره، و اینکه شوخی کردن با قضیه رابطه جنسی برقرار کردن با افراد زیر سن اصلا وجود نداره حتی در شبکه‌های اجتماعی و باهاش برخورد قانونی میشه و اصلا مسئله نیستش که بخواد کسی فقط در حد یک استوری نگه داره یا اینکه با این قضیه شوخی کنه. ولی اینکه محتوای این که تتلو چه گفته، مردم چه واکنش نشون دادن، هم باز بحث توییتر هستش. یه سری اعتقاد دارن که اصلا نباید به این موضوع ها پرداخت، اصلا تتلو آدم مهمی نیستش، و برخی اعتقاد دارن که اتفاقا تتلو یک نمادی هست از اون چی که داره در جامعه ایران اتفاق میفته و فاصله که بین جوان ها افتاده. سپاسگزارم فرانه تغییرزاده، خبرنگار امور شبکه های اجتماعی که با ما صحبت میکردیم. در قرنطینه ماندن طبیعتاً به معنای نزدیکتر شدن به همسایگان است و اگر خوش شانس باشید یکی از همسایگان شما نوازنده موسیقی هم از آب در میاد، البته به شرط اینکه نوازنده ماهری باشه. هنرمندی که می‌خوایم به شما نشون بدیم اسمش الکساندر و در سوئیس برای همسایگانش ویولون می‌نوازه. با نوای خوش ویولون به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنونم از همراهی شما.